فیلمی که اکنون ملاحظه می‌فرمایید به وسیله کارخانجات ایران ناسیونال تهیه و در تلویزیون ایران به معرض نمایش گذاشته شده است. دو تا پیکانه رو مفروختم بوشداره سکینه طلاق گرفت و رفت مردونه تو قربتی رفتم دکه زدم عجی مفروختم خلافم میروسم باسه بچن نفرم چه خبره تمرین امیر وزیری بله لباساتو جمع کن آزادی بله چی؟ آزادی بوشنا یلا بله چی؟ حالی چیزی زمینی مسامی بچه هایی سلام ننه خوبی؟ ننه منم پسرت امیر من پسری به ای اسم ندارم ننه با خدا عوض بودم تو زندان یه آدم دیگه شدم تو رو عربا خاک آقام داره واکو بیام حرف و خدا بیامرز نزن که الان تنش تو گور داره از دست تو کارات میلرز اوی ای کاش خدا منم مرگ میداد تو نبینم بچم یه دزد کالوبردار بی سر پای خدا نشناس خلافکار معتاد شده تو اومد؟ نه نه مو معتاد؟ با من یکی کل کل نکن از آدم بیدین هر کاری بگی برمیاد نگاه نه نه تو منو میشناسی وا کردی کردی نکردی تو میمونی و ای در همسایه ها و ای کوچه با یه آبروریزی با رقص بندری حالا دیگه خود دانی تا سه میشمارا وای وا لیلا وای تو ستارم خیلی وای تو لیلی مو مجنون حالمه وای تو شادی مو ایرون وای مو داروزی نه نه نگاه وای تو لیلی مو مجنون وای تو شادی مو ایرون وای ز قصه یه غلبه وای مو نه نکن بیرون وای لیلی لری چون دست از این کارات بر نمیداری کدوم کارا؟ یه این میگوی تو چشوی مردم بکن از خودت خجالت بکش بچه های مردم کار دارن تو نداری زن دارن تو نداری بچه دارم تو ندارم وای الهی قربون اون لحجه شیریم شیر ازید برم که وای خدا بیامرزم عاشق همین لحجه بود ننه من هم سر کارم به خدا خودم کار ای خلاف کار نبودی که من انگشت نمای مردم نمیشدم ای یه کار درست حسابی داشتی که من مجبور نبودم سر پیری توشی درست کنم بپوشم وای خدا من مرگ بده از دست تو یکی خلاص کنه به سید عباس قسم انگه دیگه بذارم دست با به سیاست بید بزنی این چه زندگیه بده بینم اون سیوی چه بده ما مثل انجو؟ آه برای چی میخوری؟ میخوام سربلندت کنم این لنجو تن و یادگار بواته حالیت هست؟ ها حالیم شیر و حلالت نمی کنم ای چشت دنبال ای باشه ننه 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 بابا این زمینی که دارم براتون دارم زمین نیست که زندگی جونه میدونیم چرا؟ چون بخش رد چه؟ چونه؟ یه چیزی که حقیقت شد چی میده؟ امیر آقا شما آسایشگاه میدهی؟ آه بیا بود یه میلیارد چه فایده؟ همه ارثم میرسه به نوه اعظم خانم آدم تا وقتی زنده است باید پولش برای خیلی اینجور شده خرج بکنه خانم هم درمنده
یه زمینه، زمین نیست البته، دایتی که جواهر خوراک همین کاریه که داریم میگی، صحبتی که داریم میکنی خیریه و این چیزا. نمیخوایم توش خانه سالمندان بسازیم؟ البته زمین نیست، وجدانن جواهره. قرآن اندازی که بکنه سرچی ها بی خودی توی هر سوز خانمم ندو بد اخلاق چیکارش داریم؟ من پلن چکدار زمین تو تهران دارم. چکدی؟ دو هکتارش رو میخوام بدم برای سالمندا. رانندگی تو بکن بابا. خیلی وراجی کردن؟ هر هفته میان اینجا، همیشه هم همینجور پر سر صدا. هر دفعه میبانندهای آژانس بدبخت ها جواج میشینن اینجا و فکر میکنن چقدر بدبخت. یعنی همیشه همینطوری هن نه؟ همیشه میگن که یه عالم پول و زمین به آسایشگاه میدن، اما دریق از یه پاپاسی. یعنی هیچ؟ هیچ وجدانه؟ ولی شما مثل اونا نیستی ها. اما اول فهمیدم او آدم هایی هستی که قشنگ بره کار خیر دستشون تو جیبشون میره. آقا یه تیکه زمینه ببین به کارت میخوره؟ جون میده بره سرمایه گذاری و چه میدونم بساز بپوشی و اینا. البته زمین نیکس آینه که میگم آمو یه تیکه جواهره، طلا، زندگیه. وجدانه؟ حتما دو سه سال دیگه یه اتوبان از کنارش رد میشه و قیمتش میشه ده برابر. ایول ایول دمت گرم. تو منو میشناسی؟ ها؟ نه چه فرقی میکنه؟ آدم وقتی که یه ذره تجربه داشته باشه میفهمی که تو یه کلاهبردار خورده پایی، به قول قدیمی ها یه آفتاب دوست. استوب آمو استوب بزن به قلب هم بریم. اسکندر، اسم من اسکندر. حالا هرچی اسکندر یا هرچی، فقط بهت بگو ما یه حرفای دفعه زدی دیگه نزدی ها. تازه از زندان اومدی بیرون. وای چی؟ اینا ها کجا فهمیدی؟ رمالی؟ یه کلاهبردار ساده و وراج. خب ذاتت بد نیست، بسی اسم چی بود؟ امیر. آها امیر. امیر آقا باید به اطلاعات برسونم که تمام ثروت من و پسرم بالا کشیده و من انداخته اینجا، یه پاپاسی هم ندارم. بابا اجازه. صبر کن. من یه رازی رو میدونم که هر دومون پول دار میکنه. بس ننه اسکندر خان معلم کلاس پنجم دبستانم بوده، البته الان هم برای خودش کسی ها متوجهی؟ نه حواسم نیست. در هر حالی آقا یه چند وقت داری به خدا. امیر یه دقیقه بیا. اومدم کارت دارم. زودی باش. این مردو کیه؟ نه بهت میگم، به وقتش که شد بهت میگم. خاک بر سر بی غیرتت کنن که هر آدم بی سرپایی رو بر میداری میاریش توی خونو. نه من بدون سیگار حساسم. آش خانم سیگار نیست بیپ. حالا هرچی ای درای بره چی با میکنی خو؟ بابا جو من هیچی با خودم نیوردم بپوشم، اصلا یادم نبود. به هم برده دیفون کنم. بابا تایی؟ نه 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 بابا تایی چند وقت مرده؟
یه ما دیگه میشه 12 سالش. یا برم یه نگاس عوض کن تا بیرون. با وقتی مرد تو پلوش بودی؟ چرا نمیری سر اصل قضیه؟ یه روزی به من گفت که دیگه احساس امنیت نمی کنم. به همین خاطر برای یه روزی مبادا تمام داراییشو توی صندلی ماشینش مخفی کرد. فهمیدی؟ ترش نکنی ها. ولی آدم باید مغز خر خورده باشه که یه همچی چیزیه توی همچی. بعضیا خونه و زندگی و انبالشو رفتن گشتن، حتی دیوار خونش هم خراب کردن، هیچی پیدا نکردن. نمیدی؟ خسته نباشی، میذاشتی یه 30 سال دیگه هم بگذره. بابا تا حالا 1000 تا بلا سر این ماشین اومده، اوراقه. این پسر جون، اون وقتا همه داغ بودن، اوضاع ناجور بود. ما دیدیم چیکار بکنیم چیکار نکنیم، دیدیم بهترین راش اینه که فرار کنیم، بزنیم به چاک. یه 30 سالی اونجا بودیم و برگشتیم اینجا، میخواستیم عقب یه نفر بگردیم مثل تو. وی 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 عزیزمی، بریم سر اصل مطلب. بیا بابا تو هم اسمی سر اصل چیکار میشه نمیکنیم. خب این فقط کار یه نفر. لا دیگه خواه یخ در این سر ما. آی الا کجایت در بح حالا و سلن حالا هم نمی اومدی. فقط این موشه کور رو تونیم تو جایی رو شکریم آقا. همونجا بایسا. اینا دیگه چیه باز کردی؟ اسکندر خان موشه کور هک کامپیوتر نمبر وان ایران ها خاورمیانه حبیبی. خلاصه هرچی هست تو کار با کامپیوتر حرف ندار. رفیقت هم تو کار جعل اسناده. چی؟ ای؟ خلاف؟ به چی شدی ها؟ اگه خلافکار نیست پس واسه چی با تو اومده؟ ها؟ یه الله زود بگو وقت ندارم. یه بکنم مدر 46 هم شمارهش ترانالف 17% بیشیش. ها یعنی چی نه؟ شمارش عوض شده. خب جدیدش سیستم به هم ریخت. یعنی چی؟ یعنی 12 تا پیکان هست که دقیقاً مشخصات پیکان شما رو داره. خب 12 تاشه بده. خرجه میره بالا. همه پولایی دیده بزرگش گردم ماینه حله اصلا هرچی داشتم بده. میدونی من تو این فکرم این پیکانه چی داره که شما دنبالش؟ اوه دیگه داری رو اسام را میری ها. بارو بیرون گیر. اوی جوان نمیشه یه جوری با هم کنار بیای؟ یک سوم. یک چهارم. قبول. خودش بود. آره؟ کجا؟ بیام بهت کمک کنم.
کجا؟ سلام علیکم. شما سعیدی هستی؟ بله بله. بفرمایید. کجا آقا؟ سعیدی هستم. بفهم آقا. بگون آقای سعیدی اومدن داخل. برادران، خواهران، ما آمده این تا دوباره ساده زیستی را حاکم کنیم، مبل‌ها را به دور بریزیم، ماشین‌های مدل بالا را نابود کنیم. برادران، من کاظمی خودم پشت پیکان قدیمی می‌نشینم و به این موضوع افتخار می‌کنم، یعنی همین نشستنه افتخار دارم می‌کنم. برادران، خواهران، ما با عشق خدمت به مردم زندگی، با این عشق میخوابیم و با این عشق از خواب بیدار میشیم. این حزب نیاز به حمایت دارد. بله. خیلی ممنون. تو مطمئنی؟ بابا، اگه با چش خودم ندیده بودم عمرن باور میکردم. بچه تپه یاد جناب آقای نخست‌وزیر رو افتادم. نخست‌وزیری پشت پیکان نمیشه. مامونه تو بود پشت فایده چته؟ به سادگی خودمون. خب ببین چه خونه ای داره. بدا. برم باباش میسوزم. بشین بشین، یکی خوراک خودمه. فقط خبری شد بزن. لعنت به هرچی پیکانه، لعنت به هرچی حزبه، اصلا لعنت به اویدا. آروم باش عزیز من، اصلا ممکنه که این پیکان باشه. آه، ولی قبلش یه کاری هست که ما باید انجامش بدم. خیلی شما رکب نمیزنیم عزیزان، ما شما رو دوگر میگیم. چه خبر اینجا؟
یعنی شما این عکس‌ها رو تکذیب می‌کنی؟ بله خانم، بله که تکذیب می‌کنم. اینا همش توته است. یعنی این سگ جرمن شپرد مال شما نیست؟ شپرد کدوم شینلو؟ شینلو خاک بر سر من اگر بخواد یه همچین موجود نجس بکنه نگه دارم. خاموش کن بگه این مرده رو خاموش بده بسی مرا رو تموم این عکس ها آدرسی نوشته شده. نظر تو چیه که همه ما همین الان بلندیم این اونجا؟ بری بری همه تو به این حد غلطی بخواد. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. آرزو میکنم سلامت، تندرست، شاد و پیروز و موفق باشید و انشالله که در این صبح شما خیلی خوش میگذره. زنگ زدم آژانس، گفتن دو سه روز ازش خبری نیست. کجا رفتی؟ نه نه با خدا کار واجب داشتم. تو هم مثل او بای گور به گور شده یه ای روده راست تو شکمت نیست. کم از دست تو میکشم رفته. یکی بدتر از خودشم پیدا کرده آورده. نمیدونم کجای دلم بیزن. بایی به خدا عاجز شدم. تو خدای خودم هم دیگه راحت نیستم. چقدر باید دود بخورم سرتام بگیرم؟ به تو هم گفته باشم ای اون لنجوی خدا بیامرز ببرید با خودت الواتی شیر و محلالت نمی کنم. گفته باشم خب الواتی کنم اتمام. نه چی میگی؟ سویی چی بده من؟ برای چی؟ برای چی نداره پسر الوات؟ بالاخره توی خونه یکی باید نون در بیاری یا نه؟ تو ما نمیدونم با این بیصبری و بی‌حوصلگی دی ترشی ها چطوری درست میکنی؟ برای امیر بود و نبود ماشین فرقی نمی کنه. ولی بابا بهش بده سویی چو لنجو جوا بیا هب مستقیم. چه خبره لندن ایقا بارون میاد؟ برای ما منطق سیاست مادرت نبود سویچه از من دیگه با ولی من گفت هم بای سیاست ها دربست. آقا دربست شاکریم. آقا دربست چند؟ میتونیم بیاین این برسیم. آروم این دفعه کارمون راحته. طرف یه زنه. تو شاکی بزن رد کار کنم. اینجا سرواشون خانم سبو بس. اینجا هم تو کلانتری میخواد من آقا خب چی بسته؟ اومده جلوی من ایراد داده بعد قشیای خودش نقش بوده برای من کرده وقت میگی بسته. ببین برو خدا رو شکر نزدم بکشمت. جناب سروان میذارین هر چی دلش میخواد به من بگه؟ شد این ناهار من. خانم محترم چند لحظه اونجا تشریف داشته باشین. بفرمایید. واسه چی؟ خاطر اینکه باید رضایت شاکی تو بگیرم. اگه علکیه جناب سروان زده سر منو شیکونده. بشین شما یه لحظه. عمرن اگه من رضایت بدم. آقای محترم چند لحظه بشین ساکت. بفرمایید. باشه میرم ولی کلک کلک تو کار نباشه. بفرمایید. خودشه؟ بایستا بایستا خانم بیمارستان تو رو خدا بابا همه موسیقی
شبه نکنه. خانم باشتر نترس آب تو طالبه کسی هم باشتر. بیمارستان بفهمون. من بیمارستان پا نمیدارم خانم. واه پدر جان چه فرقی میکنه بیمارستان بیمارستانه دیگه. دکترم بردن تو بیمارستان مرد. من نمیخوام خاطره نترگیر کنم. برو خانم برو خدا برو راست میگه یه بیمارستان دیگه. حالا بیا باشتر بابا مالش بده. وای وای اینجا دیگه کی مرده؟ خانم بالاخره کی مرده؟ خانم میدونی قضیهش خورده پیچیدن، یعنی چیزه به خاطر نسبت فامیلی ما خالم هم خالم بود هم عمم، یعنی چطوری بگم در واقع از اونجایی که پدر بزرگ مادر بزرگ مادریم خب زود جوان مرگ شد پدر بزرگ مجبور شد ازدواج کنه. حالا فهم میکنیم با کی ازدواج کرد؟ با ننه بزرگ مادریم، یعنی از اونجایی که بابا بزرگ مادریم هم فوت کرده بود بابا بزرگ پدریم مجبور شد بیاد چیکار کنه ننه بزرگ مادریم بگیره. به خاطر همین دختر اینا چی شد؟ دخترشون عیت درم هم شد خاله ایم و هم شد عمم. بیرون. خب ببخشید تا نفلتو نکردم خودتون بریم پایین. بخش خانم خدا خیرتون بده تا همین داشتم که مهارستون دید دست درد نکنه. خیلی ممنون میره خودمون یه بیمارستان پیدا میکنه. این همه از خدا عمر گرفتم و زن اینجوری من نهیده بودم. حالا کجا شدیدی؟ پایستا پیاده شد صندل حقا بشونه میره صورتش میافته. نامرد نمیذارم قصر در بری. در بست در بست بابا تو فرما سرکاریم دیگه. نه بابا خیلی سیرا سون پیکان باشی. در بست خدا در بست چند قابله تره نداره. یاد سرم بودو اصاب نداره اگه بگیرتمون بشا خونه میریم به ایش درا. ای بابا دراغا جان قربونت برم خودم او قضیه ای که بین منظونه با خودم فقط یه صورت فاهمه بکنی؟ وقتی کارم با تموم بشه نه تو میمونی نه صورت فاهم. دراغ جان اجازه بدی من مرخصی بشم. کجا؟ هر کی که رفیق امیره دشمنمونه. بلایی که سری بچه قرطی میارم سر تو هم میارم. خوشه درست میکنم من نمیخوام بمیرم. بابا تو چی میگی؟ تو که چه تای مام کردی؟ ببین از مادر زایده نشو کسی بسی میخواه منو بگیدی فهمیدی؟ خانم کی باشم؟ آقا کی باشم؟ برو بره خودت شر درست نکنم. شر جلوت وایستاده بابا. این تو مرام منه که جوازم جماعت را کنم. به این رفیقا بگو دهم معنش رو جمع کنه بعد میبینه ها. حال برو سیاه کنی اونی که رفیقه خلافکارم تو نی نه ما. آقا اصلا ما یه چیزی بگم؟ نه تو خفه بزن من تکلیفم باید ایشپیری روشن کنم نوبت تو هم میشه. واسه تو حالت بفهم خدا بکنی سه حرف دهنم رو نفهم چه غلطی میخوای بکنی؟
ایوان جمعت گرد حق کشو دوزو تفه دستی جدی؟ الان نوبت خودتونه نزن این شاید خودتونه میشه پنج درصد بودن زن توی کار بدشانسی میاره زن تو کشتی بدشانسی میاره نه تو کار ازش خوشم نمیاد لطیف هم خوشش نمیاد آقا ریگو نیست من خیلی از تو خوشم میاد نمیداره لیچار میگه ولی من سر حرفم هستم چی کارن حالا؟ دفتر ازدواج و طلاق چه خوب که چی؟ فقط دعا کنید واقعا یه پولی در کار باشه وگرنه من میدونم شما دوتا این دستمال رو بگی اچکار کنیش دستی پولتون در نکنه خود از برادر کمتون نکنه آجاقا میشه عوض گردی کردن مشکلات تو که من بگم چیکار باید کنم حالا چی بگم آجاقا شوهر من 6 سال پیش من ویل کرد و خبر مرگش هیچ اثری هم ازش نیست آجاقا تو همین سالها تنهایی رو تحمل کردم و منتظر بودم آجاقا کلفتی کردم رق شستم برای چی بازی که حرفایی تو زرم نباشه آجاقا ای خدا خب بخواه منم آدمم بخواب زندگی کنم من نباید زندگی کنم دیگه من مطمئنم تا حالا شوهرم مرده ای خدا قیت بدبختی بود من گرفتار شدم آجاقا من این زن بی پناهم که دیگه تحملش تموم شده اصلا خیلی وقتا میدونی به چی فکر میکنم به اینکه خودکشی کنم خودم از شر زندگی نگران نباش زمین خدا ناکاش نمیمونه اینا تجربه است دارم بهت میگم و بذار من یه چایی برات بریزم بجا دست گلتون درد نکنه ببین شما هنوز جوونی باید تشکیل خانواده بدی امیدوار باش بگی دست گلتون درد نکنه آقا آج آقا کی حاضر میشه بیوه بدبختی مثل منو بگیره شما بگو کی حاضر میشه کی میاد شما رو بگیره بیا ایوا میام کجا حالا تو این هیری بیری یکی پیدا شد شما رو زیر پروبال خودش بگیره آخ به من چی میگی اگه یکی پیدا بشه به نجابت و اخلاق شما دنیا برام بهش میشه آجاقا عزیزم اگه زن و چهار تا بچه ای بابا چه فرق میکنه آجاقا از تفاهمه خیلی خوب خیلی ببین من خودم 3 سوت این کارهای قانونیش انجام دم شما یک کار کن این روحیه رو فقط داشته باش حفظ کن دستتون درد نکنه بالا من اصلا انتظار نداشتم به این سرعت دروی خوشبخت برون باز ببین اصلا گذشته رو فراموش کن الان هم سر زوره اینا رو هم میذاریم برای بعد بریم رستوران یه غذا بخوریم یه تفاهمی هم منعقد میشه بفرمایید ماشین من اینه بفرمایید ببخشید من جلو میرم میخوام در رو باز کنم ایوا نما یکم خجالت میکشم هنوز از شما اگه میشه من عقب بشینم باش همجور راحتی بذارید من در رو باز کنم بینام ها نبینام بهتره آدم زاد ببخشید من جلو نشستم از میخوام خواهش میکنم شما هم از این آهنگ خوشتون میاد؟ من عاشق این آهنگم ببین اول تفاهم هم میده من هم خوشم میاد عاشق این آهنگ هم پس خدا هم نیم این رستوران نوع تا ماشینی دیگه مونده چیز فاصله زیاد نیست چقدر میزاش بزرگه ببین میز باید
چیز باشه، دو نفره باشه، بعد میذارم دو نفره، بعد چهار نفره. سلام علیکم. سلام، چه عجله عزیزم، زود اومدین، دستت درد نکنه. چیزه توی این درست شم دارین؟ شم شم شرمنده نداره، خواهد بیرون بپر، شرمندگی نداره. این برای اومد یه شم پیدا کن، دستت درد نکنه، بذاره میجا. رستوران بره چی باش را؟ براحت شدی؟ کی؟ ما؟ عمران بره چی؟ چیز اینو میخوام بگم که دستت درد نکنه، چقدر فرز آوردی، بذارشم اینجا. خیلی متشکرم. من یه جوجه کباب میخورم و یه دو. شما چی میخوری عزیزم؟ من یه جوجه کباب مخصوص میخورم، یه دونه بیف استروگانوف، یه دونه هم پیتزا باشه بزرگ، با یه دونه هم شیشتیک مخصوص، یه دونه هم ماست باشه، ماستش موسیر باشه، یه دونه دوغ بدین، یه دونه هم نوشابه، فقط بی زحمت رژیمی باشه، نمیخوام چاقشم. همین؟ بله. تو اونجا که میتونی بیار، دست درد نکنه. خیلی گرسنه عزیزم. نوشه جونه، نوشه جونه. چرا نیومدی؟ حالا به گله گذاری نگذرونیم، ولی یکی از نقایص این جشنواره های ما عدم برنامه ریزی و اطلاع. همون لحظه اول که شما رو دیدم احساس کردم که نیمه گم شده خودمی. فقط اگه میشه یه داره با کلاستر بخور، بین تو دره همشه که منو میشناسن. خوب نیم درش رو ماما آدم نیستم، تو خودمون با نوشی جونتون. بفرمایید، بفرمایید. می‌خوری؟ نه، متشکرم. علاوه بر اون شام خوشمزه ماسوله‌ای، یک کجا؟ بابا، برام ببینم کجا رم نیومد. همونطور ترسی بیشیم، ممکنه بری کار خرابتر کنی. بگذریم. تو رو خدا ملاحظه کنید، بعد اینجا چیزا دیگه، ای بابا. خیلی وقت بودیم چقدر خوشمزه این اخور بوده بودم. خب نوشتونتون، ولی من این دقیقه برم دستشوی بیام. همینجاست، بفهمید، بفهمید. غذاهای خوشمزه‌ای بود، کاش شما هم اونجا بودید. من فقط موندم این مرتیکه بیچاره چجوری میخواد پول این غذا رو حساب کنه. آه، به تو که بعد نگذشت. منظور؟ بی منظور. حرف تو رو که بوسیانه بزن، من از تیکه خوشم نمیاد. دخترم کوتا بیا. حالا این یه چیزی گفت. اولا که این نقشه پیشنهاد من نبود. در ثانی خوش ندارم کسی من تصمیم بگیره. افتاد. برو بابا، تو به خاطر یه غذا داشتی همه نقشه خراب می‌کردی. خوب کاری کردم، حالا حرفی هست؟ نه، فهمی میکرم عرضشت خیلی بیشتره یه حرفا باشه. بله؟ بزن بقید. نگه دار آقا، نگه دار پیادشین، نگه دار. مونس خانم آروم باشین، امیر که منظوری نداشت. ای بابا، اسکندر خان دیگه میخواستی چی بگی؟ هرچی از دهنش داره داره به من میگه. آقا جون، مسئله از نظر من تمومه. شما برین دنبال اون پیکارای کوفتیتون، هر غلطی هم دلتون میخواد بکنی. بفرمایید. پیاده شو بابا، فهم میکنی چی؟ خبریه؟ عمرن دیگه تو عمرت یه همچی شانسی گیرت بیاد. پیاده شو. برو پایین آقا جان، برو پایین. Wow, by God, it. یعنی میگی از اینجا تا خونه پیاده بریم؟ ما چی کار کنیم؟ با چی بریم؟ یا رو باید چیزی میریم؟ گشتنه. آخه بیا. بیا. بدنم قلیه مایه آبودم. بخور. دست درد نکنه مومی خانم. چه دست پخت خوبی داری. ببینم. ترشی هم داری؟
ها بله کارت بخوره تو شکمت. بفرمایید. اوه اوه سوختم سوختم. بس که هولی، بیا بخور. من سوختم. چرا چی نمیخوری ننه؟ گشنم نیست. آه چه بلایی سرش اومده؟ بسوزه پدر عاشق، بسوزه. کجا من که هنو چیزی نخوردم خانم؟ برای این مشکل فقط یه راه وجود داره. عمران مگه آسمون بیاد؟ در بست. آقا باشی خطیه، در بسته میرم. اگه با شما نیستم میرم در بسته میرم. بذار برسین پیاده میشین. خواهش میکنم پیاده شید، عجله داریم. ها؟ چون راننده خانم شما نمیتونی حرف زور بزنی. نگاه ما به چه سسود؟ تو تا حالا زندان مندان رفتی؟ نه حالا بایی قاتلا و آدم کشا و خلافات توی سلول تلپ کردی؟ ولی ما تلپ کردم زیاد. میتونی گواهی آدم سوء پیشینه بگیری؟ نه؟ میتونی. ولی ما نمیتونم. دلت میخواه بری زندون؟ ولی ما خیلی دلم زیاد. یلا یلا میرم ولی دو برابرش ازت میگیرم. یلا بابا ما اصلا خدا هم نمیدونم بری چی حرفای زدم گند زدم. بگم غلط کردم خوبه؟ راضی میشی؟ نگفتی کجا میری؟ چه میدونم بریم یه جایی بشینیم دو دقیقه حرف بزنیم اختلاط کنیم. بابا فقط برای چند روز پیکانه پیدا کنیم. همی بابا عروسی کردی؟ بپدیری؟ این موضوعی تو ربطی به تو نداره. خاک سرم داری گریه میکنی؟ به سید عباس نمیخواستم ناراحتت کنم خدا شاهده. حالا که این کار کردی راحت شدی؟ چطه؟ لازم سیزی بگی. بابا چطه تو؟ با تو نما سلام. اوی شما خود سر تا انداختید پایین داری میری خونه مردم به اینجا کارم سرام اومدم طلب رو بگیرم. کدوم طلب؟ من که اصلا شما رو نمیشناسم. امامای آقا پسرتون رو خوب میشناسم. علال حساب این ماشین رو برمیدارم بعدم میخوام برم تو منزل ببینم دیگه چی داری. آمه شهر هتمه من میذارم. آیا ایوان ناس به دادم برسید. ایوان ناس دورت به یه زن میرسید قول بیشاخ تو. یلا یلا فسیل. آقای اسکندر، آقای اسکندر تو را به خدا نذارید این لنجه رو میخواد ازم بسونه. باید از یک جنازه ای من رد بشی که بتونی ماشین از اونجا ببری. جنازه؟ مراد میشم. وای خدا! هم صدا به دادم. وای خدا به خدا از جان نکنی. خدا از برادری کمتون نکن آقای اسکندر. با کی تون شد؟
ریزه این شما رو تو میگی بره کار. فقط برای کار شیفم شد مازو خواهی کنم. آنمه چی شده؟ اسکندر خان چی؟ خود 99 بورژانس چی شده؟ امیر اسکندر خان اسکندر خان چی مرد؟ خدا نکنه زبون تکاز بگیر. بابا ای که امانم سالمتر بود که بوی من هرچی میکشم از دست تو پسره بی غیرته. ای پیر مرد نبود که اوش غول بی شاخدوم لنجه رو دزدیده بود. غول بی شاخدوم چیه؟ کی میخواست پیکانه بدازه؟ یعنی شما واقعا نمیفهمید اینجا بیمارستانه؟ بابا این مریض نیاز به استراحت داره اینجا رو گذاشتی رو سر خودت. سلام داشت منم آه مشکل فسن پس تو بود اینو از آسایشگاه فرارش دادی؟ نه مثل تو پول میدی ما به ما بخوابوننش. نه حاج آقا سلام علیکم. عرض ارادت گفتم. نه شما نگران نباش، من یه چند را پیشنهاد میکنم که خودش مهریهش رو ببخش و بره. حاج آقا ببخشید من الان تو جلسه هستم خدمت تو زنگ میزنم. بله بله خواهش میکنم. خدا نگهدارت. اگه به خاطر تو نبود این پیرمرد الان اینجا بستری نبود. کجا بود؟ تو آسایشگاه میپوسید که جناب عالی هم قل 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 خونه شه بکشی بالا. نه سلام خانم عرض اراده که مگه شهر هرته؟ من مهریت رو از اون حلقومش میکشم بیرون. بله فقط حق ازام رو فراموش نده. خواهش میکنم. نه شما نگران نباش. بله خواهش میکنم. هاش خانم دست این گل پسر تو گذنجا برو بیرون. من همین الان میتونم از دست جفتتون شکایت کنم. نه نه جلو دست منو نگیری یا خدا وکیلی رانه داره. گفته با شما دست تو رو بخواد بگیره. بالاخره یکی باید حق انشالله تا میکفت دستش بگذاری یا نه. شما مثل که حرف حساب اصلا حالیتون نیست. کی حرف حساب حالیش نیست؟ من. شما دیگه با من یکی کلکل نکنه. خیال میکنی نمیدونم چجور مال و اموال این پیر مرد بدبخت بالا کشیدی؟ ببین صبر و تحمل من حدی داره. مثلا صبر و تحمل تموم بشه چه غلطی میخوای بکنی؟ اینجا تو اینجا چیکار میکنی؟ شما نگران نباش دادی جان من اومدم از شما مراقبت کنم. میخوام 70 سال سیام مراقب من نباشی. میذارم با این اصال نمو لوردر میکنم. برو بیرون میگم. برو برو شما خوبی؟ بله شکر خدا. این ترشی های خوب شما ما رو انداخت. حالا شما ایشالله خوب بشید تشریف بیارید منزل براتون یه ترشی انداختم مثل دوان. شما جون بابی آماده به شما درست دارم باید میکنم یلم در چه مورد؟ فلوس مانی یا چایی جای دنجی که میگفتی اینجا بود. قیامته قیامته ایش کم شک نمی کنه.
چرا کسی باز تشکی میکنه؟ برای که کوکا داشته بانم های کلی پول بسته پول مال ما نه؟ میخوای مال ما بشه؟ بله سلام علیکم. سلام. الو. سلام. نیگما میتونی به یه سر بیمارستان؟ چیزی شده؟ نه بابا ما خوبم. حالا خودت بیا میفهمی. باشه. قضیهش مفصله حالا بدون منو جایی نیزو حالا حالش چطوره؟ اله نگران نباش ردیف میشه مگه این دراگو به پست من نخوره مثلا چی کارش میکنی؟ کاری میکنم به بیل بگه عمو طرف ها خوبی؟ چیکار برد بکنم؟ جل سنت حک قیمت ها رو بردم پایین آرکه برش تو اتفاقا چقدر به بچه ها ذکر خیرت بود گفتم خیلی دلم میخواد ببینمت دلم تنگ شده بود چای بی چای بخور خسته ای دهنت خشکه خیلی را اومدی نه؟ این دراگو جون من کوچیکم ولی اختلاف تو امیر هیچ ربطی به من نداره اگه فکر کردی من به شریکام خیانت میکنم کور خوندی لطیف 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 اسمش لطیف اصلا آدم از دیدنش لذت میبره برعکس اون پیکان که بیشتر شبیه یه قوطی کبریته مسافه سوخته اینا چجوریه؟ ببخشید بقیه توضیحات آقای اکبرزاده خدمتتون میدن من بازم خدمتتون میرسم سلام سلام خیلی خوش اومدید سلام برم. خیلی خوش آمدید اوکی ما من در خدمتم به واسه سلیقتون تبریک میگم چه نمایشگاه ما رو انتخاب کردید ماشینا هم ما اینجا برای هر نوع سلیقه ماشین داریم تشریف بیارید خواهش می‌کنم تویوتا بنز بی ام و پاجرو دوزی ماشین هنوز یه دونه پارگی نداره فوق العاده بسیار سالم هست همین خواهش می‌کنم تست کنید درخشان تمام اون پیکانه فروشیه میتونم خواهش کنم افتخار بدین یه قهوه با هم بخوریم؟ خب چی شد؟ خیالت راحت باشه پیکانتون نمایش کن خب
حالا ما میذاریم اونا کاراشون رو بکنن، همچین سر به زنگ نمیریم. تو قبل از هر چیز بهتون بگم که این ماشین فروشی نیست، اما مطلبی که برای من مهمه اینه که چرا شما میونی این همه ماشین روی این پیکان انگوش گذاشتین؟ بفرمایید، خودم از جامائیکا آوردم. متشکرم. من هنوز منتظر جوابتون هست. والا چجوری بگم، این پیکانه اصلا با آدم حرف میزنه، اصلا آدم میگیره. نمیدونم چرا. من نمیدونم چرا شما این حرفو میزنید، ولی واقعیت اینه که این پیکان با همه پیکانا خیلی فرق داره. چه فرقی میکنه؟ حتی فکرش هم نمیتونید بکنه. وجدانن؟ نه. آخه چرا؟ همین که گفتم. میگم برم زنگ بزنم این بر بچه ها بیان تو سه سود پیکان و نمایشگاه. اتفاقا اصلا نباید چلوغش بود. آه ما باید بذاریم اونا فکر کنن که شکار چی هم، ولی در واقع شکار چی هست؟ این ما این اونا شکار هم. وقتی یک شکار فکر کنی که شکار چی، اون وقت بهترین وقت بزن شکار. ایوالا آقا مهندس، آمو خیلی مخی بکنم. ولی ای ما شکارچی باشیم، اونا هم شکارچی، اونا هم شکار. خب هیچی هیچی؟ یعنی به خاطر هیچی ماشین عزیز منو به این روز انداختی؟ بابا رو ماشین حالا مگه چی شده؟ چی میخواسته بشه؟ وقت شکار یالله. این به وافنمون با دفاع کردیم خودمون. ای پسری لاعبالی، لات بی مبالات، بی مسئولیت، خلافکار، بی پیک، ای به فکر خودت نیستی لاقبل فکر این مرد بیچاره باش. ای خط با جونش بازی نکن. نه مولی خانم، امیر حق داری، اونا با ما اول حمله کردن. همینه، ای پسر رو کم بود ای آقا مضاف شد. آقا اسکندر به خدا ای بار دیگه خود قاطی کارای بچه ها بکنی و وقت و وقت دیگه. من نمیفهمم اون دوتا ماجرای پیکانه رو از کجا فهمیدن. آدم فروش، به خدا تا سرحد مرگ شکنجه هم دادن. تازه من فقط شماره پلاک یه دونه از پیکانا رو بهشون دادم. شیطونه میگه بزنم خودش و کامپیوترش رو هم یکی کنم. دخترم آرمون باش، حرفش همی چی؟ من بدون لطیف دیگه تو اون خونه امنیت ندارم. سگت مرد، اومدم اینجا بمونم. چی چی گفتی؟ یه رفتی که بگو؟ تکرار کن؟ نه نه بدم کن، آجزم کردی؟ برید کنار ببینم، اینجا گداخونه که هرکی از منه با عشق قدر میتونه پا میشه میاد اینجا. ملوک خانم عزیز، ضمن درک احساسات لطیف شما، ما الان در مقابل دشمن هستیم، ما باید با هم متحد و دوست باشیم. وسایلمو بیارم تو میشه، ولی راه باید از تاکتیک اصل تروها استفاده کنی. یعنی چی؟ یعنی باید یه عامل نفوذی پیدا کنی. تکنیکش عالیه، من تا حالا با چند تا سایت هک کردم.
اوله. آره آه چطور مگم آه خودمون جلو در خونه ایم. باشه چی بود؟ جامون هم داره کارا ردیف میشه. قلاب رو گرفت. ایوال دمت گرم. سگت کورو یه پیشنهاد براتون دارم. اکی خودم یلا 50-50 نگفتمت شریکاش فروخ. آخه اونا به من 25% میدن. 40% 45 آیا چی کار میکنی؟ گذاشتمشون سر کار، میرن دنبال یه پیکان عوضی. چیده انایت بیا. بیچاره آقای مجید انایت خبر نداره فردا میخواد صندلی رو پیکانش مثل جیگر زلیخا بشه. یه چیزی میخوام بهت بگم. خیلی میخوام. مواظب خودتون باشید. من یه دفعه بیو بشین من رو اسکندر خان بهت حرف بزنیم. در مورد چی؟ زندگی و سر و سامان گرفتن پسرم. وجدانه؟ نظرمونم الان وقت بشه. نگفتم بچه‌ام فهمیدن؟ بابا جون من از اول شکی نداشتم. ببین پسرم، زن و مرد برای هم آفریده شدن. بر منکرش لعنت. به چی نمی‌رسه به اصل قضیه؟ من و اسکندر خان نظرمون این هست که مراسم هر چقدر ساده‌تر باشه اوقات بهتر است. رفتن محضر رو یه حق. خلاص. نه بابا دیگه اینقدر ساده نه، دقیقا بعدش بریم یه رستورانی یه جشنی به جا بودم بیان رو بیلیرین نه دیدیم میخوام تو و موشگور شاهده عقلمون باشیم. چی؟ یه بار دیگه بگو. میخوام تو و موشگور شاهده عقل عروسی من و مادر باشیم. بلش کنم این پسری غیرت. بلش کنم آدم کشم آدم دو های کامل. بهتون گفته باشم از این به بعد یا جای ما توی خونن یا جای پیرمرد فسیل. حالا دیگه خود دانی. آه برعکس منم موافق هستم. بعدی بدون ما نگران نباش. با شناختی که من از پسرت دارم جایی نیست که بهش بد بگذره. اینم جایی که تو دختره به جای عصای اون مردک. بله بفرمایین. با شما کار دارم. الو شب خیر دادی.
بله پسر پیش ماست. ولش میکنی اما به وقتش. آدرس پیکان مهدی رو داریم، فردا داریم میریم سراغش. شما هیچی نگو، من اصلا نمیخوام فردا کسی دور برمون آفتابی بشه، مخصوصا اون خانم اکشنه. بله شب بخیر دادی. الو اسکندر خان شمایی؟ ساعت چنده؟ چی؟ امیر؟ وای ننه عزیزم بچم از دست افرم، ای رودم و ای بابا. آنطور خدا یه قدر آروم باشی، برای این موضوع فکر بکنیم. ای شور ندارم چی کار بکنم، بچه دست کلو معلوم نیست که کدوم آدم جنایتکار آدم. فهمیدم. از کجا فهمیدی؟ فهمیدم کجاست. فهمیدی؟ برزو الان از خونه خودم، یعنی خونه سابق خودم به من زنگ زد. حالا چجوری میخوایم بریم تو؟ کلیدار من دارم. آه عالیه. بده بده خیلی خوب. اون یکی و اون یکی اینا نیست. یا یکی هم دارم بینی کنی بکنی اینو مگیر. از قبل باید پیشبینی اینا رو میکرد. رفتان قفل داره عوض کرد. نه با اونجوری باز نمیشه. پیشگوشتی نداری؟ بابا یکی دیگه بابا دیگه سراغ من بفرما کاری داشت. بریم بریم تو چون کاشتی رو شد. بریم بودو بودو بریم تو بریم. موفق باشی موفق باشی. کجا؟ من باید مواصل ماشین باشم. تظاهرات در اعتراض به ادامه محاصره غزه جمعه نزدیک گذرگاه سوفا برگزار شد. هنوزم اخبار و هر برنامه دیگه ترجیح میشه. بعضی اخلاقا هیچ وقت عوض نمیشه. جبر آقا مهندس نکنه ما هم مثل این فیلم ها سر کار باشیم. بالاخره توی پیکان ها چیزی پیدا میشه یا نه؟ اونجا حرف زدن کمک به این تنابه رو دست نکش دست نکش. میخوایی بیدارش کنم؟ نه بذارید استراحت کنه، خودم میرم دنبال پیکان. خیلی منم باید بیم یا بگم موشکور بیاد دنبالت. گفتم که خودم از پسش بر میام. بهش اعتماد داری؟ ساتون
خیلی خراب نه؟ نه بیشتر از من. اونه از کجا؟ خونه نیست، رفتم دنبال پیکانه. تنهایی؟ خودش یه سر تو هم گذاشتی بره نه؟ تو که میدونی حرف خودشی. به نظر منم اشتباه بود، نه این که بهش اعتماد نداشته باشم، نه. البته چرا که نه، اون فقط یه زنه مگه نه؟ من نظرم رو گفتم. خود نگران نباش، مونس میتونه هوای خودشو داشته باشه. قابل شما نداره. پنج تومن. چه خبره؟ سه تومن. سه و نیم بفرمایید. شرمنده که فضولی میکنم. شما دانشجویین؟ چی؟ آره. خوبه. قشنگه؟ آره خیلی. آدم حال عجیبه. همین دوره برای چی فکر کردی با خود مرزی که عوضی ماشین نگه دار؟ نگران نباش، زود تموم میشه. خفشو میگم نگه دار. به خیال دادم خوشی آسونه؟ ای تو آدمی، نگه دار. هر جور دوست داری. اون گوشی زنگ نمیزنه. اینجوری داره میکنه این؟ کجا آقا کجا؟ تو کت کولمایی بیغیرت یا نمیره؟ آقا ول کن فردین بازی در نیار، فردین خیلی وقت مرده. حرف دهنتو بفهم. یاله بیا چون لالمونی گرفت. حرف زن، التماس کن، التماس کن. اونه که باید التماس کنه تو نینه او.
دیگه کی هستی؟ تراکا. Respect me, don't bend me. Yalla. Ali, چی داری؟ هیچی خوابیده. بیو پایین کل پاک. بی خیال بی مبالات بی کمالات بی حالتون کنم بی غیرت ها. بی غیرت دو دفعه گفتی. حالا هرچند ای بی غیرت نبودین که این زبون بستر نمیداختین تو دهن سگ و گرگ. این دفعه راست میگی فهمیدی؟ ای بابا تو چند هزار بار اونقدر این فیلم نگاه کنی؟ بگم شاید تشمی جور دیگه تا نمیشه خواهد. آها ما باید الان تصمیم بگیریم ببینیم ما چیکار بکنیم. خب با این که من با نجات اون دختر موافق نبودم، اما تحلیل من به من میگه که اونا دیر یا زود دست به یک عکس العمل احساساتی میزنن. حالا میگی نه، نگاه کن. گرفتی؟ گرفتم. های الله ما میگم دراگو هم بیاد با ما. نه، شراکت با یه ویروس بهتر از شراکت با این مردی که دراگوه. بابا مثل که جون مونس او نجات دادا. ببین جون دنیا رو نجات بده من بهش اعتماد ندارم. بهتر نیست بگیم گرد و بس رای گیری کنیم. خیلی خوب، اونایی که با شراکت دراگو موافقن دستشون رو بلند کن. تو الانه باید استراحت بکنی. خیلی زود پشیمون میشی. پنج نفر سمر کدوم اونم؟ والا؟ والا؟ یلا فقط پسر برجو چی میشه جریانش؟ بلش کن مرام نداره نه نکرتم آشق بس خواه آی ناموس به ستامو خرابتم. خیلی دوره شریک. نه بابا همین دور و بران شریک. من مدرسه خوشم نمیاد. کوروش سلسله هخامنشی. کوروش
سلسله هخامنشی را. وای دیگه کیه؟ چه جونی داره؟ Digesting in human. Food is digesting in lung, the elementary canal. The process digesting in the mouth where the food is chewed. Eat with meat by juices. Do you understand? خوش اومدن. اومد بابا هم یاره. للا. چرا هم بیدار کرده را؟ منک بفرمایید. آقا دربست بفرمایید. عمو چه خبر؟ خوبی یا بهتری؟ قشنگ یا بهتری؟ قصه شب دیگه چه خبر؟ کردد کارگردان مریم محتره افه محمد رضا خوبه بچه ها خوبه؟ نگران نباشی من این مسیر رو چشم بستم بلدم حالا این دفعه چشات واکو بابا نگرده آقا همینچه نگرده آقا حسابش میکن عزت زیاد آقا معلم دست در نکنه ببخشید شما از کجا فهمیدید که من معلم هستم؟ مگه نیستی؟ چرا هستم؟ اتفاقا الان بخوام برم بشینم بنویسم بشتره؟ بله با تو دیگه کی عزیزه مدگم برونش زنی فرق سر گذاشتم چی شد؟ تو نیکم نبود؟ آه تو که طالبه ای فیلم نبودی؟ آبا سر کاری این همی فیلم پیداش میکنی زنگ بزن بچه رو خبر کنی تو چی؟ بابا نخوابیم رفته تو باقالیا خب که چی؟ این طرح تعویض خودرو دیگه رده خارج شده سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما بخش بعدی خبر میبانده
دنبالمونه. دلم لک زده واسه یه کتککاری حساب. دخترم هیچ وقت حریف و دست کم نگیر. نامردا چطوری پیداش کنیم وسطه این همه آقا؟ خب چیکار بتونم براتون بکنم؟ ببین کجا میتونی برام پیداش کنی؟ دادی به اون بده. نمیشه عزیزم، نمیشه عزیزم، من درستش میکنم. ببین من درست مسئولیت داره. ببین قربونت برم، دادی به اون بده دیگه. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. فکر کنم که اون قسمت بشه 26 قدیم 160 وجدانن؟ آره. نوکرت هم خیلی آقایی دمت گرد نوکرت. بیا بیا بازش کن. خودم بازش کن. بازش کن دیگه. بازش کن دیگه. بهتره ما بازش کنیم. لازم نکرده. خودمون بلدیم. نه بابا. ما طالب باشیم چه؟ اه اون وقت فکر کنید جواب ما چی باشه؟ شما کیف و دو دستی تقدیم ما میکن. جدی؟ چجوری؟ اینجوری. بیشرفا نامردا. نه 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 با قرآن اگه میارینش با شما نمیتونی. نمیتونی چرا که نه ددی جون؟ اگه شما خودت نگفتی یه سیاست مدار واسه رسیدن به هدفش دست به هر کاری میزن بفرم شما اینجور به کیفه میتونی برسیم؟ جدی؟ برا گفتون چشم رو بیا. بایی حباسی یلا بابا مگه شما خودتون نه 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 امیر اسکندر خان امیر یه ایره امیر به نه 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 باید من بازش کنم بهتر باشه. نمیتونی قصر در بری. ای بابا این که مال فیلمای دست دوم پلیسی خانوم که آخر کار دزده دستگیر میشه. چته؟ اینا چیه دیگه؟ گل ارکیده. خب یعنی چی؟ هیچی توش نیست. یه مش گل خشکیده با یه تیکه کاغذ. بجاش اون خانم محترم از اونجا بیارید پایین. بدون ببینم اون کاغذه. همه همه بدبختی ها به خاطر یه تیکه کاغذ بود. بابا به جای کاراتون و قرآنتون اون ننه بدبخت ما نه بالا بیارید پایین.
حالا وید نامرد حالا اگه هنو حرفم خریدار داره او پیره زنره سبر ها چیه؟ سبر کن دیگه چیه؟ اما خیلی احمق باشم که فکر کنم یک سیاست مدار واسه روز مباداش این آشغالا رو تو این کیف قایم کرده باشه. اونم آدم بود، شاید این چیزا برای خودش خیلی عزیز بوده. بله آدم بود، احمق که نبود که. فندک تو روشن کن. چه؟ فندک تو روشن کن. فندک؟ بله. گفتی آتیش بگیر زیرش خود خودت بزاره روش بارزه جون اصلا چیزی نیست اصلا حسابتو خورد نکن دراگ جون یادتون نقش چی نوشته بود؟ چند جنوب غربی بعد خب اصلا مهم نیست اصلا مهم نیست با یه خورده گشتن و یه خورده خوششانسی پیداش میکنیم ما پیداش میکنیم ما پیداش میکنیم بیا 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 کجا؟ ماندنم رو اول بگو ننه اینم بیارم پایین بیا بیا ننه اینم بیارم پایین تا بعد خدمتتون برسن یعنی پیداش میکنن؟ کسی چه میدونه؟ کسی چه میدونه؟ از تکلیف ما چی میشه؟ همه بذاشتن رفتن من موندیم بی خودم من میگم وحید خلاف تا الان کسی نتونست پول منو بخوره از آن روز به بعد کارکنان ایران خودرو شاهد اتفاقات عجیبی در اطراف کارخونه‌شون بودند هیچ خبری نیست ملوک و اسکندر هم که با هم ازدواج کردن و فکر میکنم تا آخر عمر به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کنیم از این ترشمه خوردیم؟ اگه این ترشمه نکنم امیرم که مرد زندگی شد از کارهای خلاف دست کشید و مانند میلیون ها نفر آدم دیگه ازدواج کرد و به شغل شریف مسافرکشی پرداخت. مسافر میرم بابا بحث چی میکنید تم؟ آقا هفته تیر بشین جا برو کوکا هفته تیر میری؟ مونس و امیرم بچه دار شد و اون مثل هر مادر مهربان و خوبی شبها با گفتن قصه بچه هاشو میخوابونه یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود یه مامان بازی بود با سه تا مزخاله کوچولو. بای خوابش بود سنگول و منگول و حبه انگول ای جان حبه انگول و اما من عزیزم بیا این واسه تعویض پلاک ماشین تشکر بیا خیلی نقشه تو خوب بازی کردی مال تو این هم مرسون همه گم بازم پایداشی در خود نتیم بریم حرفمونو گرفت مرسون